احسان فکر میکنی کسی که امام حسین رو نداره چی نداره؟ مثل میمونه که خب ما اگر اکسیژن نباشه میشه نفس کشید، میشه زندگی کرد. قطعا امام حسین حکم اکسیژن رو داره و این برای کساییه که بتونن درکش کنن، بفهمن. و وقتی که بفهمی اون موقع سیدی نمیتونی بدون اکسیژن نفس بکشی، نمیتونی بدون آب ادامه حیات بدی. چرا دوستش داری؟ به خاطر اینکه هویت ما ایشونه. خب من سعی کردم حداقل به اندازه یه توان خودم امام حسینی زندگی کنم. امام حسینی نیستم اما میتونم امام حسینی زندگی بکنم. عقیده همه ما یکیه و ثابته و اونم عشق به اهل بیته و فارغ از قومیت و مذهب که نگاه کنیم، به قول فرمایش خود این امام مهربونی ها میگه اگر دین ندارید آزاده باشید. وقتی به امام حسین فکر میکنی ایشونو تو چه وضعیتی تصور؟ صورت ایشونو نورانی تصور میکنی، اگه حاله خیلی خوشگل و روحانی اطراف ایشون. اما باور بکنید، اینو جدی میگم، نه تحت تاثیر مثلا دیدن این تصاویر و نقاشی ها و چیزا که واسه ما تعریف کردن، اون چیزی که ایشونو خیلی خاص جلوه میده همون نور درون و ذات ایشونه. احسان قراره یه مجلسی ترتیب بده و قرار ایشون دعوت کنی. چجوری دعوتش میکنی؟ اول باید ببینم که احسان ارزش و قابلیت میزبان شدن رو داره. به نظرم این خیلی برام مهمه. فکر میکنی داره؟ نه نداره، به جرأت میگم نداره. هر کسی خودش رو بهتر میشناسه و من تو جایگاهی نیستم که میزبان کسی بشم که یهودی و مسیحی و مسلمون و بودایی و اینا براش ملاک نیست. همه رو دعوت میکنه.